اولا که به 64مین جلسه برکلی لکچر خوش آمدید. همش میگن ما استاتستیک داریم و رقم نمیگیم. ایشون امروز استاتستیک میگه که تو ایران رقم و ارقام وجود نداره. خواستیم بگیم که این از سال 2005 تا حالا این فکر میکنیم 64مین جلسه است. ولی حالا خانم فرمیا قرار تحقیق بکنن دفعه دیگه گزارش دقیقش رو بدن. ولی در این حال خیلی جالبه نمیدونم چرا امشب موفق ترین جلسه هست که داریم در رابطه با افرادی که عضو شدن. فکر کنم 7 نفر خود به خود اومدن گفتن ما میخوایم عضو بشیم. نه چی شده؟ فکر کنم به این خاطر که محمد گفت ما کپ برای چایی نداریم بنزه کافی. فقط اعضا میتونن چایی بخورن. من نمیخوام وقتتون رو بگیرم. ما خیلی خوشحالیم که واقعا خیلی ممنونیم در واقع که مهمون ما که دفعه قبل متاسفانه نتونستیم استفاده کنیم موقعی که اینجا بودن توی بیریا بودن و ازشون دعوت کنیم که بیان، دوباره قبول کردن که از راه دور تشریف بیارن و خیلی خوشحالیم که تونستن تشریف بیارن و رزومه ایشون رو من نگاه میکردم چند شب پیش به قدری مفصله که ما فهمیدیم که من از معرفیشون عاجزم و یه اکسپرت دیگه ای رو دعوت کردیم که ایشون رو معرفی کنیم، آقای دکتر مازیار بهروز رو. فقط در رابطه با برنامه های بعدی کوتاه بگم، برنامه بعدی اون روز اول میه که آقای الهی صحبت میکنن، صحبت قبلیشون کنسل شده بود به خاطر مریضیشون، اون روز صحبت میکنن. بعد 22 می آقای کامبیز حسینی هست که بسیار معروف شدن و خیلی مثل این که باید ببینیم که چه جایی رو براشون بگیریم، صحبته که یه حال بزرگتری رو بگیریم. پارازیت. ایشون مال برنامه پارازیت هستن که خیلی محبوب شدن و راجب صحبتشون رو بدونیم راجب چیه؟ طنز سیاسی تلویزیون. طنز سیاسی. ایشون 22 می خواهند بود و متاسفانه آقای بیزایی که همه برنامه‌هاشون رو می‌بینن و خیلی هم موفقه توی فعالیت و همه اونجا می‌رین، مثل این که بنا بود صحبت بکنم 24 متاسفانه این رو مجبور بودیم کنسل کنیم، ولی خب برنامه ایشون هم اونجا هستن و بناست تو برکی دوباره یه چیزی باشه. من فکر کنم چیز دیگه ای نداریم برای گفتن. فقط آقای مازیار بهروز اگه تشریف بیاریم و مهمون ایشان صحبت میکنم. البته میشه خیلی بیشتر صحبت کرد، ولی من مطمئنم شما میکنید تو صحبت ایشون رو بشنوید. دوست همکار گرامی من آقای سورج اتابکی متولد تهران هستن. ایشون لیسانسشون رو در رشته فیزیک از دانشگاه ملی گرفتن 1976، فوق لیسانسشون رو در رشته فیزیک گرفتن از دانشگاه لندن در 1977، وارد دکترای فیزیک شدن، برنامه دکترای فیزیک شدن ولی اونو ول کردن و رفتن در رشته تاریخ ادامه دادن. از دانشگاه اوتریخت آمستردام در 1991 دکترای تاریخشون رو گرفتن. استاد راهنماشون ایشون گفتن، همیشه من اینو اصرار دارم بگم، کارشون هم خیلی هم درسته، آقای ایوان آبراهامیان بودن که استاد همه ما هستن. و ایشون همکنون دو تا پوزیشن، دو تا در واقع شغل و مقام دارن در هلند. یکی رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی پژوهشگاه تاریخی تاریخ اجتماعی در آمستردام هستن و دومیش هم استاد دانشگاه لیدن، صاحب کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی. که این دوتا رو هم دیگه شما بذارید، ایشون به خرج ملکه هلند یک مقدار زیادی امکانات در دستشون هست، به دولت هلند و ملکه هلند و تاج و تخت هلند، و ایشون این امکانات رو به بهترین وجه به نظر من داره به نفع منافع
مردم ایران، تاریخ ایران، ملت ایران و ایرانیان استفاده میکنه. ایشون نه تنها خودشون صاحب چهار کتاب هستن، دو تاشون رو تألیف کردن، دو تاشون رو ویراستاری کردن، مقالات زیادی نوشتن، بلکه از این امکاناتی که در هلند به دستشون اومده استفاده میکنن، از بورس دادن به دانشجوهای ایرانی برای ادامه تحصیل که بیان به هلند، و از امکان تحصیلی و کاری برای ایرانیایی که خودشون رو به هلند میرسونن و احتیاج به کمک دارن، ایشون دریغ نمی‌کنه و این امکانات رو در اختیار ایرانی قرار میده، که این واقعا خودش یک به نظر من نمونه خوبیه از اینکه چگونه میشه از امکاناتی که ما داریم در کشورهایی که زندگی می‌کنیم استفاده بکنیم و یک جامعه ایرانی رو تقویت بکنیم و به قول ایشون توانمند بکنیم، سلف استرنت توانمند سازی جامعه ایرانی، که ایشون به بهترین نوعی به نظر من این کارو میکنه، سالها سال این کارو میکنه. کتابای ایشون هستش در قرن ایران در قرن 20 در سال 2009 چاپ شده، دولت و فرودستان در 1907 چاپ شده، این دو تا کتاب ایشون تألیف کرده، تجدد آمرانه در سال 2004 و ایران در جنگ جهانی اول در سال 2006 که این دو کتاب ویراستاری شده. فکر میکنم که من میتونم بیشتر صحبت کنم ولی این کار نکنم. بفرمایید. خانم آقایون بهتون سلام میکنم و از دوستانی که دعوت کردم منو سپاسگزارم، محبت کردن، خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم. گفتی صحبت که امروز میخوام خدمتون تقدیم کنم در حقیقت رمز و راز هویت سازیه. من به هویت یگانه اعتقاد ندارم، هویت ها متفاوت متعدد تکثر من میبینم در هویت ها، و بعد این میتونه بر اساس نیازهامون در حقیقت این هویت هامون تغییر بکنه، متغیر هم متکثر هم متغیر. من مردم شناس نیستم، بنابراین نگاه من نگاه تاریخی به این تکثر و تغییر هویت. به عنوان مدخل صحبتم اجازه بدید بگم که ما توی جهانی داریم زندگی میکنیم، این جهان نشسته بر یک نظام ملت دولته، تمام نهادهای بین المللی این نظام نیشن استیت رو در حقیقت قبول کردن و بر اساس این نیشن استیت ملت دولت در حقیقت این جهان فعلا شکل گرفته. اینکه بعدها چه خواهد شد، قرن 21 تا میانش و آخرش، آیا نیشن استیت ها جای خودشون رو به یک هویت های دیگه خواهند داد، اشکال دیگه خواهند داد، نمیدونیم. اما تا اینجایی که هستیم میدونیم که این هویت خیلی این شکل تشکل‌های سیاسی ملت دولت یه نیازهایی داره. یکی از نیازهای اینا در حقیقت مشروعیت بخشیدن به این هویت هاست، هویت های سیاسی. در راستای این مشروعیت بخشیدن ها تلاش میکنن که به نوعی تاریخ بسازن، تاریخ ملی بسازن. تاریخ ملی حالا مبتنی بر یه گذشته واقعی یا خیالی، باید به نوعی گذشته رو به فعلیت امروز متصل کنه، اون چیزی که ما میگیم که political actuality، به این فعلیت امروز در حقیقت باید تاریخ اینو پیوند بزنه. حالا فقط این هویت‌های سیاسی نیشن استیت ها نیستن که شروع میکنن این تاریخ نگاری یا تاریخ پردازی میکنن. تاریخ پردازی رو من معادل هیستوریسیزم میگیرم، هیستوریوگرافی در برابر هیستوریسیزم میگیرم. شما تاریخ میسازید، شکل میدید اونجوری که دوست دارید، حالا من به اون اشکالش هم میرسم.
این فقط این نیستش که هویت‌های سیاسی میان تاریخ می‌سازن. ما گروه‌های اجتماعی هم بسته به نگاهی که دارن به جامعه، برنامه‌ای که دارن تو این تاریخ پردازی یا تاریخ نگاری شرکت می‌کنن. تو این فرایند ما بازنگری تاریخیمون بر اساس نوعی خودآرایی، ترجمه ریکاستینگ، من میگم ریکاستینگ وان سلف، خودآرایی و دیگر ستیزی داریم، ریجکتینگ دی آدر. ما آدر میسازیم، ما دیگری میسازیم برای اینکه خودمون رو تعریف کنیم. وقتی که شما میگید مثلا به یک کانادایی، حالا من مثالش رو بزنم، میگید که What is your nationality؟ اولین پاسخی که میگه I'm not American. یعنی قبل از این که بگه من کیم، میگه که من اون چیزی که فکر میکنی نیستم. بسیاری از ایرانی ها میگن که کجایی هستی، میگه من عرب نیستم. یعنی یه جوری شما خودتون میخوای فاصله بگیری از اون چیزی که نیستی با اون چیزی که هستی. من میگم خودآرایی و دیگر ستیزی. حالا این دیگری میتونه همه چی باشه. مثلا شما نگاه میکنید تو تاریخ یک همین 100 سال گذشته، ما بسیاری از این دیگر ستیزی، دیگر سازی ها داشتیم. باز این دیگر سازی ها رو من معادل با اون فرنگی براش گذاشتم، otherizing the other، otherize میکنید شما. یه دیگر سازی هایی داشتیم، مثلا دیگری هایی که ما داشتیم توی تاریخ نگاری ملیمون این بوده که ما خودمون رو متفاوت کردیم از اعراب. عرب برای ما دیگری بوده، the other بوده. یا ترک ها، مغول ها، حتی به زمان متأخر که بیاییم با استعمار روس، با استعمار انگلیس، آدرای ما بودن. امروزه کل تبلیغات جمهوری اسلامی بر اساس دیگر ستیزی که ایالات متحده امریکاست. یعنی شما برای اینکه هویت خودت بدی اون دیگری رو در حقیقت رد میکنی. این یه بخشی از این فرایند تاریخ نگاری یا تاریخ پردازیه. یه نگاه دیگه ای که اگر بخوایم بکنیم اینه که بعضی وقت از منشورهایی هم این رد میشه. مثلا نگاه بکنیم تو تاریخ نگاری یا تاریخ پردازی امروز ایران، منشوری که این رد میشه منشور تشیعه. یعنی شما از این طرف هر نوری که بتابید از اون طرف باید تشیع خارج بشه. شما میایید مثلا تاریخ ملی شدن صنعت نفت میگیرید، بسیاری از رجال مورد اعتماد مردم، معتمد مردم از صحنه خارج میشن و از اون ور آیت الله کاشانی در میاد بیرون که میشه رهبر ملی شدن صنعت نفت. مشروطه میخواید نگاه کنید، مشروطه رو چنان میپردازه تاریخ جمهوری، تاریخ نگاری یا تاریخ پردازی جمهوری اسلامی که از این ور شما تمام تبریز و اصفهان و خراسان و لرستان و کردستان همه از این ور میرن تو، از اون طرف شما یک مشروطه کاملا شیعی از توش در میارید بیرون که خورند و پسند در حقیقت این نیازهای امروزی است که حکومت داره. خب من فقط از ریاست جلسه من بگید خودم همونجا من بلافاس من چونده اهل چونده همونجا میبنم. حالا تو این فرایند اگر بخوایم نگاه کنیم، باز خدمتتون دارم مقدمه عرض میکنم، ما میاییم حافظه قومی و یا حافظه ملی میسازیم. این حافظه ملی مهندسی میکنیم، ما خیلی آدم ها رو از تاریخمون بیرون میکنیم، یادی ازش نمیاریم، آهسته آهسته اخراج میکنیم. اینه ما میگیم که memory building، constructing memory، ما حافظه میسازیم. در کنار این حافظه که میسازیم یه جور فراموشی گزینشی هم داریم، یعنی selected amnesia، یک فراموشی گزینشی داریم که این فراموشی گزینشی ما با اون ساختن حافظه پیوند با هم دیگه میخوره. مورخ و تاریخ نگار و یا تاریخ پرداز رو اون ابزار لازمه بهش میده که
بره. شما مثلا نگاه میکنید در تاریخ فیلم مثلا معاصر ما، یک باره نگاه میکنید که بسیاری از احزاب سیاسی در صحنه نیستن. اصلا بچه ها نمیدونن، بچه مدرسی کتاباشون رو باز میکنن نمیدونن که مثلا تو اینجا چیزی به نام جبهه ملی بوده. اصلا بوده؟ اصلا نمیدونن. شما از یه بچه دبیرستانی میپرسید که آجا مثلا در تاریخ 50 سال گذشته ایران یک حزب سیاسی رای آورد، میگه نهضت امام خمینی. اصلا جبهه ملی اخراج میشه، حزب توده اخراج میشه، این سلکتد امنی، چریک های فدایی خلق اخراج میشن، یک سری سازمان ها اخراج میشن از اینجا، یک سری هویت ها اخراج میشن. این بازنگری تاریخ با این فراموشی گزینشی که انتخاب میکنه چه چیزی باید از حافظه تاریخی بره بیرون و چه چیزی باید بیاد. ما البته این چیزی هم اینم خدمتتون بگم که این اشاره‌ای که من میکنم تنها محدود به ایران نمیشه. ما بسیاری از این شگردهای تاریخ نگاری و تاریخ پردازی رو ما در کشورهای دیگه هم شاهدش بودیم، از جمله و یکی از نمونه‌های بسیار بسیار برجسته‌اش در اتحاد جماهیر شوروی سابق. از این کار خیلی می‌کردن تا در دقیقاً می‌آمدن که کجای تاریخ رو باید ببرن بیرون، کجای تاریخ باید نوشته بشه، تاریخ پردازی رو در حقیقت می‌دادن. خب حالا بر اساس این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه امروز روز یک شنبه هم هستش، تعطیلیتون هست، به خاطر اینکه انبساط خاطری هم باشه، کار خودم رو بر اساس یک نوع دیگه ای از روایت با شما میخوام در میون بذارم. میخوام بایتون پرده خوانی کنم امروز. یعنی یک نمایشنامه ای ما داریم، من این نمایشنامه در 6 پرده میخوام برای شما بازگو کنم که 6 روایت از یک حافظه سازی و یا فراموشی گزینشی که مطرح میشه. بسیاری از شما یاد این پرده های قدیمی که ما میستادن میگفتن اینجا 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 پرده خوانی هست، یادتون میاد؟ هنوزم شاید وجود داشته باشه تو ایران. به همون سیاق من میخوام برای شما یک پرده خوانی بکنم. نخست بهتون بگم که قهرمان این پرده من چیه. یک کسی که تو این پرده ها، تو این 6 تا پرده معرف حضورتان خواهد شد کیست؟ شخصیت داستان من بابک خرمگی. حالا مختصر خدمتون بگم که حدود 2 سال بعد از 2 قرن بعد از ورود اسلام به ایران، در آنجایی که ما در حال حاضر ایالت آذربایجان هست، استان آذربایجان هست، یک کمی 150 کیلومتری شمال تبریز، در منطقه کلیبر یا کلیبر، یک جنبشی رو مشاهده بودیم که شخصی به نام بابک در حقیقت علیه خلافت عباسی قیام کرد. چی بود این کلیبر؟ این آدم آدمی بود که از ما بهش میگیم نومزدکیان بود، یعنی اون مزدکیانی که ما میشناختیم زمان ساسانی، یک گرایش متفاوتتری از اون جنبش رو در حقیقت اینا نمایندگی میکردن. از نومزدکیان بودن، مسلمان نشده بودن، برای این خودشون پافشاری میکردن، آتشگاه داشتن و اینها قیام کردن و در برابر خلافت ایستادن. من در معرفی بابک تلاش کردم که از امروز فاصله بگیرم و به خاطر اینکه ببینم این چیه، برم به متون نزدیک به بابک برسم، ببینم اونایی که همزمان با بابک یا نزدیک با بابک بودن چه گزارشی از این داستان دادن وقتی که اسلامیان میان به این نجد و
و شروع میکنن گسترش میدن. متونی که ما اونجا داریم، من بهتون بگم که از منبع من یک لیسته، نمیخوام با این لیسته بلند شما رو آزرده خاطر بکنم، من الفهرست الندیم رو میگیرم، احسن التقاسیم فی اقالیم المقدسی رو میگیرم، سیاست نامه نظام الملک رو میگیرم و یکی از کتابهای بسیار بسیار نزدیک به بابک، دقیق ترین کتاب نسبت به اون زمان، به نام اخبار بابک، مال وحید ابن عمر تمیمی. تمام این کتابایی که من به شما گفتم به نوعی با یه درجه ای از تعصب و تردید از روایی روا بودن قیام بابک صحبت کردن، اما در گزارش هایی که داشتن گزارش های دقیقی به ما دادن. بر اساس این گزارش ها میبینیم که این جنبش حرکت میکنه، شروع میکنه، انگیزش هم عمدتا انگیزه آینی نیست اون موقع که شکل میگیره، که مثلا به اینکه بخواد بر اساس پافشاری بر آینش در برابر اسلامیان بیسته، بلکه یکی از دلایل عمدش به گاب باور من، البته نه تنها دلیل، حتما دلیل آینی هم داشته، یکی از دلایلش هم که ایستاده به خاطر اینکه وقتی که اعراب اومدن به نجد ایران اومدن از تو قرن هفتم و به این طرف تا پایان قرن هفتم، یکی از کارهایی که میکردن این که ایالتها و ولایاتی که میگرفتن فرماندهان عرب رو اونجا میذاشتن. یکی از کارهای این فرماندهان عرب مصادره زمینهای حاصلخیز این منطقه بود. میامدن مصادره میکردن، ساتراپهای قبلی رو دور میداشتن، زمینهاشون رو مصادره میکردن و به نفع فرماندار بود. فرماندهی بود که اونجا برای خودش در ایالت بارگاهی داشت، دم و دستگاهی داشت و زمین‌های خوب رو در اختیار داشت. این مصادره بی‌رویه زمین‌ها از طرف کسانی که آمده بودن توی این منطقه، که این دامنش رو البته می‌کشه میره به مرو و در حقیقت بخارا و سمرقند، هم این داستان تکرار میشه توی تاریخ طبری، ما بسیار بسیار از این روایات می‌بینیم. یکی از دلایلی که این ما با این جنبش‌های اجتماعی این دور روبرو بودیم به خاطر اینکه این مردم خب نمیخواست این زمین‌های خاصی رو خیزشون رو که سال‌ها اونجا داشتن کار می‌کردن، کشت و کار داشتن، بود و باش داشتن، از دست بدن. بنابراین مقاومت می‌کردن، اعتراض می‌کردن. یکی از این مقاومت‌ها در حقیقت بابک، مقاومت بابک خرم‌دینه. خب حالا مقاومت می‌کنه، میرزمه، حدود 20 سالی هم طول می‌کشه و بعد از 20 سال زمان مأمون عباسی شروع میشه این داستان. مأمون نمیتونه از پس این داستان برمیاد، مأمون میمیره. بعد از مأمون وقتی به دوران خلیفه المعتصم میرسه، خلیفه المعتصم در حقیقت با کمک افشین میتونه اینو فریب بده یا بگیره یا تفتیش کنه، شکست بده و بعد این رو دستگیر میکنن و قلعه داشته به نام قلعه بز که الان خرابه هاش در کلیبر هست، اونجا مقاومت میکنه، بعد فرار میکنه و بعد از جنگ گریزهای بسیار دستگیر میشه و بعد به بغداد برده میشه و روایت قتل بسیار بسیار تلخی داره بابک در بغداد که بیشباهت به مراسم قتل منصور حلاج نیست. دقیقاً هم این شکل قتل بابک از سوی المعتصم به این خاطر بود که میخواست یک ضرب شستی به پیروان اون بده. البته نتونست این کار بکنه، چون بعد از قتل بابک هم تقریباً تا قرن 13 میلادی همچنان این خرمدینان یا خرمیان فعال بودن اونجا و هیچگاه دیگه خلافت نتونست اون کنترل و هژمونی که پیشتر داشت این منطقه داشته باشه. خب حالا
این روایتی بود که کوتاه از بابک بهتون دادم که چی بود و کارنامه چی بود از این داستان. خانش هایی که ما داریم، ریدینگ ها یا قرائت ها داریم، بستگی داره که شما ترجیح بدید کدوم واژه رو استفاده کنید. خانش هایی که ما داریم از این رویداد در حقیقت به نوعی توی هویت سازی ما، تو تاریخ نگاری ما یا تو تاریخ پردازی ما شرکت کرد. دخیل. حالا اجازه بدید این روایت ها رو پرده خوانی برای شما بکنم، پرده به پرده با شما برم ببینیم که چی بوده. پرده اول بابک فرزند دلیر ایران در برابر اعراب. نخستین کسی که چنین خانشی رو از بابک ارائه داد تو تاریخ معاصر ایران میرزا خان کرمانی بود. تو آخر قرن 19 پیش از انقلاب مشروطه میرزا خان کرمانی نخستین کسی بود که به کشف بابک رسید و بازشناخت اون رو ارائه داد، گفت که بابک پیرو از مزدکیانه و گفت که صریح این شخص در برابر اسلام ایستاد و سمبل ایرانیت بود در برابر اسلامیت. این خانش میرزا خان کرمانی بود. این خانش در زمان رضا شاه توسط سعید نفیسی گرفته شد. سعید نفیسی در یک کتابی که پیشتر به شکل مجموعه گفتارها در مجله مهر در اومده بود، بعد به شکل کتابی آمادش کرد، بابک خرمدین دلاور آذربایجان، شروع کرد به تعریف تازه‌ای از بابک دادن و گفت که این قیام ایرانیان بود علیه هجوم، من واژگان سعید نفیسی رو دارم استفاده میکنم، گفت علیه هجوم اعراب شترسوار بیابانگرد برای حفظ خاک ایران از دستبرد راهزنان. یعنی شکل گرفت، آدری که قرار بود شکل بگیره الان دیگه اعراب شترسوار راهزن بیابانگرد هستن که این باید اینجا در برابرشون بیست. سعید نفیسی ادامه میده، میگه که هدف من از این کار که دارم بابک رو میشناسونم اینه که اخطار بکنم به ایرانیان که تاریخشون رو بشناسن و به مقام فرزندانشون ارج بذارن و همینطور نگذرن، ببینن که در تاریخ فرزندانی مثل بابک داشتن که اینها تونستن تمامیت ارضی این کشور رو حفظ کنن و اگر اینها نبودند معلوم نمیشد به سر این کشور، به سر این قلمرو ارضی چه میاد. بنابراین ما باید در تاریخ نگاری ملیمون جایگاه اینها رو در حقیقت برجسته کنیم و برجسته هم شد. من وقتی که داشتم این مطالعه رو انجام میدادم کتاب‌های درسی زمان شاه رو ورق میزدم دانه به دونه و در کتاب کلاس ششم دبستان شرحی دیدم بر اساس همین روایت سعید نفیسی که بابک در برابر خلافتی ایستاد که دشمن ایران و ایرانی بود و خوشبختانه این سرزمین فرزندانی داره که از ناموس و وطن در برابر بیگانگان دفاع کنه. این در حقیقت روایت رسمی پهلوی، تاریخ نگاری پهلوی از بابک خرمدین بود. پرده دوم، بابک نماینده گروه های فرودست ایران. از پی سعید نفیسی کسی که به تاریخ به مقام بابک پرداخت احسان طبری بود. احسان طبری که معرف حضور بسیاری از شما هست، یکی از نظریه پردازان حزب توده ایران، در شرحی که بر قیام بابک نوشت گفت
اولا یک مدخلی داشت، گفت تنها مارکسیسم لنینیسم هستش که قادر به تحلیل جنبش‌های اجتماعی شرح کشافی داد در تاریخ نگاری مارکسیستی، و بعد از اون اشاره کرد گفتش که بابکی که احسان طبری معرفی کرد گفت در نخستین قرن‌های سلطه اعراب ایرانی‌ها به قیام‌های اجتماعی علیه اعراب برخواستند که این قیام ها برای رهایی از سلطه بیگانگان بود، اما برخواسته از منافع طبقاتی. یعنی اینجا دیگه بابک طبقاتی داریم دیگه. اینجا چی بود؟ کدوم منفعت رو در حقیقت نمایندگی میکنه؟ طبقات دهقان، شبانان، گروه های فقیر، جوامع شهری و روستایی به روایت احسان طبری. و بعد میگه فراتر از این میره، قیام بابک رو قیامی علیه آریستوکراسی فئودالی میدونه. یعنی میدیم توی یک جایگاه دیگه میره قیام بابک قیامی علیه آریستوکراسی فئودالی، و فئودال ها هم عمدتاً اعراب هستن که اونجا هستن. این یک روایت دومه از بابک که داریم، که حالا دیگه بابک نماینده طبقات تهیدست و فرودست جامعه هستش. سومین روایت روایتیست از این دست، بابک قیام کافری علیه اسلام. چین داستانو مطرح میکنه مرتضی مطهری. در زمان پهلوی دوم مرتضی مطهری کتابی داره به نام خدمات متقابل اسلام و ایران. در این کتاب ایشون به بابک میپردازه، در دفاع خودش میگه در دفاع از اسلام و عربیت. ایشون میگه که تبلیغاتی که به نفع زرتشتیگری این روزها به راه است و به بهانه مبارزه با اعراب شکل مبارزه با اسلام گرفته، جایی بین این مردم نداره. نه زرتشتی، نه مانیگری، نه مزدکیگری، هیچ کدوم از اینا جای اسلام و برای ایرانی ها نخواهد گرفت. نه سندباد، نه بابک، هیچگاه نمیتونن جایگاه والای علی ابن ابی طالب، سلمان فارسی، حسین ابن علی رو برای ایرانیان بگیرن. به باور سعید مرتضی مطهری، طرح گسترده اسلام در ایران به خاطر این بود که اسلام پسند و خورند فرهنگ ایرانیان بود. به این خاطر ایرانی ها با کمال میل این آیین رو خودی کردن، از خودشون دونستن و هیچگاه هم مخالفتی نداشتن. و اگر صدایی شنیدیم اینجا و اونجا مثل صدای بابک، اینها اصلا ارزشی نداره، جایگاهی در تاریخ نخواهند داشت. هر گونه وقتی این صداها بلند شده نیازی به اعراب نبوده، خود ایرانی ها اومدن این صداها رو خاموش کردن و در خفه کردن در گلو. اشاره میکنه میگه ایرانیان بارها صداهای بهافرید، سندباد، بابک و مازیار را در گلو خفه کردن. ایشون هم یه همچین چیزی میگه. این درست حالا اینجا دیگه به شکل خیلی روشنی این آقای بابک میشه کافر. کافر همون هم از نوع کافر حربی میشه، خیلی صریح میشه کافر حربی، و تو جایگاه این تاریخ شناسی میاد به شکل کافر حربی مطرح میشه. پرده چهارم. پرده چهارم اینه که بابک نوعی محکوم فراموشی گزینشی میشه. چطور؟ بعد از انقلاب اسلامی، همون سالهای نخست بعد از انقلاب، قرار میشه که کتابهای درسی رو بیارن عوض کنن.
کتاب‌های درسی دبستان و دبیرستان و دانشگاه باید عوض بشه. یه گروهی هم میان جمع میشن از جمله آقای رسول جعفریان، اینا رو میگم برای اینکه تاریخ بمونه حفظ بشه یه جایی، رسول جعفریان، عبدالرسول خیراندیش، مسعود جوادیان، جواد عباسی، اینا جمع میشن یه کمیته تشکیل میدن زیر نظر بیت رهبری و اینا قرار میشه که بیان و تاریخ رو اسلامی کنن و نوعی به هر صورت شکلی بدن که خورند جمهوری اسلامی باشه. نخست روایت‌های پیشینیان رو نگاه می‌کنم ببینن که چقدر این روایت‌ها قابل انتفاق. مثلا زیاد ما نداشتیم مورخ اسلامی که به تاریخ معاصر ایران بپردازه جز مطهری. مطهری رو نگاه می‌کنم، یه مقداری شریعتی رو نگاه می‌کنم ببینن از توش می‌تونن یه چیزی در بیارن که وصل کنن به این تاریخ نگاهی اینا. زیاد موفق نمی‌شن در اون روزهای اول. بنابراین تلاش می‌کنن که نوعی اون نکته‌ای رو که من قبلا خدمتتون گفتم گزینشی فراموشی گزینشی رو در کار لحاظ کنم. بنابراین ما یه روایتی دیگه حالا از تاریخ داریم که خیلی خیلی کدره، مثلا در مورد بابک اینو می‌خونیم در کتاب دبستان بعد از جمهوری اسلامی، میگه در دوران خلافت عباسی شخصی به نام بابک در آذربایجان دشمنی خود را با خلافت نشان داد. او و یارانش مشکلاتی چند برای رای خلافت ایجاد کردند، اما سرآخر از پای در آمد. تموم شد. یه دو خط هم نمیشه. خواستن یه جوری در خط حل میشه، نقطه گذاشته میشه. هیچ اشاره‌ای به آیین بابک، این چی بود، چه جوری کرد، اصلا نیست. در صورتی که شما نگاه میکنید زمان پهلوی صفحات بلندی ما داشتیم توی کتاب، اصلا یه فصل داشتیم راجع به قیام بابک و دفاع از هویت ایرانی و از این داستانا. اینجا به این شکل میشه محکوم فراموشی گزینشی و میره جلو. هم کارنامهش هم زمانش هم اصلا میره. این که مثلا در روزهای نخست سپاهیان اسلام در ایران چه کردن، چگونه مثلا آمدن تا زمان سلجوق و حکومت اسلامی رو برپا کردن، به هیچ وجه اینجا مطرح نمیشه. حتی اگر میخواستن به تاریخی مثل تاریخ طبری هم نگاه کنند، سراسر تاریخ طبری پر از گزارشات اعتراض های مردم علیه این آیین تازه. این سادگی هم نبود که مردم قبول کردن، از کازرون گرفته تا مشهد. اما خب به هر صورت قراری که به اینطور درد میشه. چهار تا پرده گفتم، وقت دارم ها؟ دو تا پرده میگم تمامش میگم. پرده پنجم حالا یه جور دیگه شد بابک میگم. بابک فرزند ترکان آذربایجان. اینجا دیگه بابک ترک میشه. چگونه ترک میشه؟ یه اشاره بهتون بگم به عنوان فتح باب در این مورد که ما توی این چند سال گذشته، 30 سال گذشته بعد از انقلاب با یه تحولاتی روبرو شدیم. بعد آخرای یعنی بعد جنگ ایران و عراق در دوران حکومت رفسنجانی و بعد آگاهید شما در دوران دو دوره حکومت خاتمی، توی گفتمان‌های خیلی رایج ایران یک چیزای تازه، مسائل تازه‌ای پیش اومد، مطرح شد. مثل اینکه همه صحبت جامعه مدنی می‌کردن، تعریف می‌خواستن از جامعه مدنی بدن که جامعه مدنی چیه، سمینارهایی می‌ذاشتن، گفتگوهایی می‌ذاشتن و از این داستان‌ها. و بعد به نوعی توی این دوران اصلاحات به خصوص دوران خاتمی، کاری که من کردم، نگاه کردم، دیدم که شمار روزنامه‌ها و کتاب‌هایی که به زبان کردی و ترکی چاپ شده زیاد شد. یه کاری جایی من چاپ کردم توی مجله ایرانیان استادیز توی این زمینه، اونجا آوردم رقمش دادم. مثلا توی این سال‌ها
چقدر روزنامه به زبان ترکی در اومد، چقدر به زبان کردی در اومد، چقدر به زبان عربی در اومد، بلوچی در اومد، چقدر فلان حرفا، یک باره این در حقیقت شکل گرفت. که بعدش البته حکومت بلافاصله جلوی اینا رو گرفت. در همین دوره یه شخصی در آذربایجان به نام محمد تقی زهتابی یه کتابی نوشت به نام تاریخ کهن ترکان ایران. دو جلد کتاب بسیار بسیار سخت خوندنش برای بسیاری از آذربایجانی ها، به خاطر اینکه ترکی رو با خط عربی نوشته شده و خب بسیاری از آذربایجانی ها سخته برایشون این خط رو، ترکی رو با این خط خوندن. ولی یه چیزی که هستش اینه که بسیاری از آدم ها من دیدم که این کتاب رو حالا میخرن، حالا خریدش مهمی که داشته باشن، یه جور مثلا تعین قومی دارن با این کتاب. در این کتاب کاری که زهتابی کرده، محمد تقی زهتابی کرده، تاریخ کهن رو بررسیده. ولی تو تاریخ کهن رو که بررسیده، اشاره کرده به تبارشناسی آذربایجانیان. تو تبارشناسی آذربایجانیان گفته که این تبار میرسه به اشکانیان. خاستگاه آذربایجانیان، گرگان امروزی، استراباد اون منطقه بوده و اشکانیان در حقیقت از اونجا برخواستن. کاری که کردن اشکانیان، اومدن یونانیان مقدونی رو شکست دادن، چون اون موقع یونانیان مقدونی در ایران حکومت داشتن، یونانیان مقدونی رو شکست دادن و ایران رو از چنگال یونانیان دیگر خارج کردند، حکومت اشکانیان رو داشتن. اما بر این حکومت، بر اشکانیان جفا رفته، به خاطر اینکه بعد از اینکه ساسانیان فارس از پایین اومدن، اشکانیان رو شکست دادن، اشکانیان جایگاهشون به طور کلی از تاریخ ایران رفته بیرون. در حقیقت نوعی ساسانیان رو زیر سوال میبره آقای زهتابی، اشکانیان رو برجسته میکنه و اشاره‌ای هم که داره میگه که ببینید جایگاه آذربایجانیا چنینند، آذربایجانیا که میرن ایران رو نجات میدن و مطرح میکنن، بارها هم شده این کار کردن، ولی قدر اینا رو ما نمیدونیم و بهشون جفا میکنیم. و بعد کتاب قرار نیست دوران اسلامی رو در بر بگیره، اما یه اشاره‌ای در جلد دومش آقای زهتابی به این مسئله داره، میگه این کار قبل بعدها هم تکرار میشه. مثلا نگاه کنید در زمان دوره اسلامی، بابک فرزند رشید از خلق آذربایجان علیه نظام بردهداری و فئودالی قیام میکنه و این قیام نشانه‌ای میشه از یک جنبش رهایی بخش برای مردم منطقه و این باید مقام بابک ترک رو ما همیشه محترم و پرارج بداریم. این برای نخستین بار تو تاریخ نگاری معاصر ایران که بابک با ترکان آذربایجان متعین میشه. اما آقای زهتابی از اینم یه پا فراتر میره، که تاریخ تولدم برای بابک درست میکنه. میگه تاریخ تولد بابک چی بود؟ میگه آخر فصل بهار، فصل بسیار خوب، جمشید، آخر فصل بهار، آخرین هفته بهار، جمشید، هممون بریم کلیبر، بریم اونجا یک مراسمی بگذاری کنیم، تولد بابک اونجا جشن بگیریم. فراخوان این آقای زهتابی خیلی زود پذیرفته میشه. اول یه گروه های 4000 نفری، 3000 نفری، 5000 نفری، آخر سر سالهای جد میره این ورا، شمارشون به 100000 نفر هم میرسه. هجوم میارن مردم از این ور از اون ور، برن به اینکه این قلعه رو زیارت کنن، قلعه در کلیبر، برن اونجا. راستش بخواهید داستانی است که تحقیق من، پژوهش من که بهم میده، همه اونایی هم که میرفتن اونجا عرق ملی هم قومی هم نداشتن. داستان بیشتر یک کارنوال هم شهید
دایره میزدن، میخوندن، عرقی میخوردن، بساطی درست کردن، کبابی داشتن. بنابراین یه جور بود بهشون خیلی خوش میگذشت. آخر هفته بود بهشون خیلی خوش میگذشت. اما اینم خدمتتون بگم که در بین این داستانی که کارناوال بود و از این داستانا بود این کارا میکردن، اینجا گروه های کوچیکی هم شما میدیدید که پرچم جمهوری آذربایجان رو گذاشته بودن و جزواتی هم پخش میکردن اونجا برای آذربایجان بزرگ. اما صمیمانه اون چیزی که من دیدم و پژوهش من بوده شمارشون کم بود، بیشتر در حد اون داستان در حقیقت کارناوال بود. جمهوری اسلامی هم بعد از یک مدت کوتاهی متوجه شد که دیگه داره داستان از دست میره و اولا اومد راه بندون گذاشت، ماشینا رو نگاه میکرد شد که چی دارن چی دارن ندارن با خودشون دارن میبرن اونجا. سال بعد اومد راه بندونا رو بیشتر کرد، بسیج رو آورد اونجا. سال سومش هم مثلا به طور کلی بس، گفتش که بابک می بابک قرار نیست اون کارو بکنید و تمام شد. بنابراین اما داستان اینجا شد که این بابک به نوعی هویت ترکی پیدا کرد، آذربایجانی پیدا کرد. به خصوص اینکه شما نگاه میکنید در جمهوری آذربایجان مرکز باکو در اون شمال، الان بابک اصلا مجسمه داره توی شهر باکو برای خودش و در کلاس کتاب کلاس هشتم دبیرستان جمهوری آذربایجان یک فصل به قیام بابک اختصاص داده که این بابک چه جایگاهی داشت و حتی یک ذره چیز رنگ و بوی ضد اسلامی هم داره. بخونید چند تا اشاره هم به اینکه آرا و آیین بابک هیچ سنخیتی با اسلام نداره اونجا اومده. خب این بود پرده پنجم ما که بابک تبدیل میشه به ترک، بابک ترک. پرده ششم و آخرین پرده داستان شیعه شدن بابک. چگونه بابک شیعه میشه؟ من همیشه به این پرده که میرستم یاد این میشم که چگونه زاقچه بلبل میخواد بشه. بابک حالا میخوان شیعهش کنن بابک رو، باید یه جوری داستان شیعهش بشه. چرا میخوان شیعه بکنن؟ به خاطر اینکه بابک دو تا هویت پیدا داره میکنه. یه هویت ملی ایرانی داره پیدا میکنه، ضد عرب داره پیدا میکنه و از این داستان این در حقیقت پسند جمهوری اسلامی نیست. از یه طرف بابک داره یه هویت غیر فارس و غیر ایرانی به سیاق جمهوری اسلامی خیلی ترک پیدا میکنه. بنابراین چگونه باید این داستان حل بشه اینجا؟ باید فکری کرد برای این کار و یک جور تاریخ رو سامان داد، شکل داد، به قول فرنگیان کرافتش کرد، رختش این رو و این رو تبدیل کرد به یه چیزی که برصورت بشه باش کنار اومد. این تاریخ باید از هویت قومی و هویت آیینیش اینو به نوعی تهی کرد. نخست برای تهی کردن به این اشاره کردن که در رساله های کوتاهی که این برانور توی جمهوری اسلامی توی نشریه ها در اومد اشاره داشتن که نقل قول میکنم بابک مسلمان بود اما اسلام او از اسلام خلافت متفاوت بود. اسلام او به اسلام شیعه نزدیک بود. حالا داستان پس میشه کاری کرد. اگر ما خلافت رو بگیم سنی، بگیم اونا اهل سنی تسنن بودن، حالا ما میتونیم بگیم خودیش میکنیم بابک رو، بابک رو میکنیم شیعه و میگیم آقا جان قیام داستان داستان شیعه سنیه، داستان رو میتونیم بالاخره یه جوری حلش کنیم. خب حالا چه جوری میکنه؟ یه شخصی به اسم آقای رسول جعفری کتابی مینویسه به نام بابک و نقد تاریخ نگری. مدعی میشه در این کتاب که قیام بابک، اولا نقد میکنه تاریخ نگاری رو، یکی قیام بابک همیشه دستمایه‌ای شده برای بیگانگان استعمارگر تا از اون علیه اسلام بهره برداری کنند و دلیل این که ملی‌گراها هم مثل غربیان
اینقدر سنگ بابک رو به سینه میزنن به خاطر اینکه بابک نماینده شیعه مظلومه. شیعه همیشه مظلوم بوده و همیشه از سوی ملی ها و مارکسیست ها و البته این واژگان ایشونه، مارکسیست ها و ملی ها و بیگانگان ضربه خورد. خب تا اینجاش خرج زیادی نداره آدم این حرفا رو بزنه. شما میتونید بگید که خب حالا بابک همچون وضعیتی داشته یا همچون مورد ظلم هم واقع شده، ولی شما باید یه پرده بالاتر برید که بگید حالا این بابک شما میگید شیعه کدوم شیعه بود؟ یعنی شما برای یه دوره‌ای دارید میگید که ما شیعه دوازده امامی نداشتیم و چجوری میخواید بگید چه حلش کنید؟ برای اینکه این حلش کنیم ما یه مشکل داریم. اگر بگیم اسماعیلی بود، خب ما سالها شیعه دوازده امامی با اسماعیلی ها مشکل داشتیم. یعنی کم ما اسماعیلی نکشتیم تو ایران ها. این روستاهای خراسان باور کنید یکی از صفحات ناشناختی تاریخ ایران، این روستاهای خراسان تو عصر قاجار شاهد اسماعیل کشی های فراوان بوده. بنابراین خب اینه که نمیتونیم بگیم شیعه بوده، شیعه اسماعیلی بوده، باید یه شیعه ای برش بسازیم. پیشنهاد میکنن که شیعه اینا رو بگیم شیعه جاودانیه. جالب. میگه جاودانیان شیعانی بودند معتقد به ظهور فرزند امام شیعیان جعفر صادق. متواصل از در حقیقت اسماعیل. اینا معتقد به کاظم بودند. به همین خاطر هم بهشون میگیم جاودانیه یا کاظمیه. بابک رهبر جنبش کاظمیه بوده، رنبش جنبش جاودانیه بوده، این جنبش یه جنبش عدالت خواهانه بوده که نه تنها، حالا این خواهیم اینو توهیش کنیم از آذربایجان ها، نه تنها در آذربایجان پیروانی داشته بلکه به ویژه در قم پیروان داشته. قم، جغرافیای قم اینجوریه وارد میشه که باید تاریخ بسازیم دیگه، جغرافیای قم وارد میشه و میگه بله پیروان جاودانیه و کاظمیه در قم بودن و در قم نقل از آقای جعفری، از آقای در کتاب نقد تاریخ نگاری و قیام بابک. حالا میگه ما در نجد ایران اونها رو به نام کاظمیه میشناسیم و داستان به خوبی و خوشی تموم میشه. یعنی آقای بابک به سلامتی شیعه میشن، شیعه جاودانیه، کاظمیه میشن و به صورت همونجوری که اشاره کردم از زاغچگی در میان و بلبل میشن. اجازه بگید که به عنوان پایان کلام بگم که از این شگردها تو تاریخ نگاری کشورهای دیگه کم نیست. ما تنها کشوری نیستیم که چنین کاری داریم میکنیم با تاریخمون. اما یه چیزی که برای من به عنوان مورخ جالبه وقتی که به این روایات متغیر از هویت سازی ها میرسن اینی که ما نیاز داریم به اصلا این هویت های متغیرمون، این که هر کدوم ما، هر گروه ما، هر گروه اجتماعی ما، هر نظام ما نیاز به چنین هویت سازی و هویت پردازی داره دیگه. این تکثر این هویت ها و این گونه نگاه به گذشته ما نشون میده که هنوز ما با رو در روی با گذشتمون مشکل داریم. یعنی وقتی ایران رو در تمامیتش میبینیم، میبینیم که هنوز ما با رو در روی با گذشته، رو در روی با گذشتمون مشکل داریم. مشکلی که با روی در روی با گذشتمون داریم شاید به نوعی توضیح بده بیقراری امروز خود. خیلی از شما متشکرم.